گروه بیشتر همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، ابتدا بیشتر درباره مرگ این فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بیشتر توضیح میدید، اینکه چنین حادثه نشون دهنده چه شرایط امنیتی در جمهوری اسلامی واقعا؟ بله، ببین، رسانه های رسمی در داخل ایران، مشخصا ایرنا که گفتید اسمش رو، سعی کردن خبر شما رو تکذیب بکنن، منتها در حقیقت خبر رو تایید کردن. تا الان رسانه های رسمی جمهوری اسلامی پذیرفتن که یک نفر به نام سرهنگ علی اسماعیل زاده که عضو سپاه قدس بوده، از نزدیکان سرهنگ حسن صیاد خدایی بوده، کشته شده. منتها ایرنا میگه که این که خبر حزب فیزیکیش دروغه و میگه یک سانحه بوده در دست بررسی. کانال اماریون البته اول گزارش داد، گفت ترور شده این آدم، بعدن گزارش رو پاک کرد، گفت خودکشی کرده. سابر نیوز هم همین روایت رسمی رو گفته، گفته از بالکن در واقع سقوط کرده. من فکر می‌کنم خیلی سخته که شما باور کنید یک سرهنگ سپاه قدس، اونم واحد 840، یک کسی که تمام شغل زندگیش تروریسمه، خیلی راحت بمب می‌ذاره، خیلی راحت آدم می‌کشه، با نگاه ایدئولوژیک سخته که باور بکنید بخواد خودشو بکشه. مخصوصا در اعتقاد شیعه خودکشی کار بسیار بدی است. ضمن اینکه اگر یه همچین آدم نظامی که تفنگ داره، بمب داره، میگم کارش کشتن آدمه، کارش بمب گذاریه، اگر بخواد خودش رو بکشه، به نظرم خیلی روشهای بهتری داره تا اینکه بخواد خودش رو از بلندی پرت کنه پایین. به هر حال میدونه موقعی که خودش بخواد از بلندی پرت کنه پایین، احتمال خیلی زیادی داره نمیره، فلج بشه یا اتفاقات دیگه ای بیفته. برای فکر می‌کنم منطقا همین نگاه داره هر لحظه بیشتر تقویت میشه. سابقه عملکرد جمهوری اسلامی رو ببینید واقعا همین نگاه تقویت می‌کنه، دقیقاً مستاق چوپان دروغگوست. به قدر اینا دروغ گفتن، شما اصلا به هیچ روایتشون نمیتونید اعتماد کنید، چون همین سپاهی که الان تکذیب می‌کنه همون است که کرونا رو آورد وسط، گفت من کرونا یاب درست کردم، ویروس میذاره تو خشابش، ویروس رو 200 متری شناسایی میکنه. در سابقه سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی هم ده ها پرونده وجود داره، معروف ترینش سعید امامی که دستگاه امنیتی ایران هر موقع به کسی شک میکردن یا هر موقع نگران بودن که زنده بودن یک مقام امنیتی ممکنه برخلاف مصالح روحانیون، رهبر حکومت یا غیره باشه، خیلی راحت رو حذف میکردن، بعد میگفتن خودکشی کرده. سعید امامی رو کشتن، بعد گفتن که با داروی نظافت در حمام خودش رو کشته. برای منطقا این دیدگاه داره تقویت میشه که سرهنگ علی اسماعیل زاده از یاران همکاران سرهنگ حسن صیاد خدایی چند روز بعد از ترور صیاد خدایی در واقع کشته شده و این روش کشته شدن ظاهرا کسی از بالکن رو پرت کرده پایین یا او رو کشتن و بعدا این صحنه رو ارائه کردن. آقای مهدوی آزاد، خب الان از سوی هم همزمان با افزایش تنش جمهوری اسلامی و اسرائیل و از سوی هم بحران در مذاکرات احیای برجام، آیا باید منتظر افزایش چنین حوادثی باشیم؟ یه موضوعی اخیرا از نخست وزیر اسرائیل منتشر شد، اونجا آقای بنت توضیح میده، میگه اگر ایران قرار هست مرز رو جنگ رو بیاره داخل اسرائیل و در مرزهای اسرائیل، ما جنگ رو به داخل ایران خواهیم برد. این در واقع صریح‌ترین موضعی است که شما از مقامات اسرائیلی در دو دهه اخیر در این زمینه شنیدید. البته لفاظی در بین مقامات اسرائیلی در مورد جنگ، حمله، نمیدونم شلیک زیاد بوده، در مورد نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران خیلی زیاد حرفای جدی زدن. حتی یادم هست نتانیاهو و علی خامنه‌ای گفت ما کنار گوش تو هستیم، چیزی غریب به این مضمون. متأسفانه آقای بنت خیلی روشن داره میگه که ما جنگ رو داخل ایران خواهیم برد. استراتژی اسرائیل، دولت جدید اسرائیل ظاهراً عوض شده. توی این استراتژی دیگه اسرائیل قرار نیست فقط دفاع بکنه یا در اطراف مرزهاش به واکنش‌های مثلا به اقدامات سپاه یا حزب الله یا حماس واکنش نشون بده، بلکه قرار هست ظاهراً همون سیاست قدیمیش، کسانی که دشمن خودش می‌پنداره در خانه خودشون ترور بکنه. برای من منطقاً عملیات‌های تخریبی اینطوری باید افزایش پیدا کنه در ایران. سپاسگزارم از همراهی شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان همراه ما بودید.